خانواده ای در ولایت غور عروسه 14 ساله ایشان را که باردار نیز بود آتش زدند. این دختر 14 ساله پس از انتقال به کابل جان داد. این دختر زهرا نام داشت و پس از آن که پدرش زن نو گرفت او را به خانواده همسر تازهش به بد داد. خانواده زهرا پشت در شفاخانه استقلال کابل گرد آمدند و به سوگ مرگ این دختر نشستند. مسئولان این شفاخانه میگویند که این دختر زخم های عمیق برداشته بود و ناوقت به شفاخانه انتقال یافت. در مجموع یک تیم سر از این مریض کار کردند و با تاسف که با تمام تدابیری که ما داشتیم مریض نتانستیم نجات بتیم. جدیدترین رویدادهای سوختگی از سراسر کشور به شفاخانه انتقال داده می شود. اما وقت عصر روز شنبه زهرا از غور به شفاخانه انتقال داده می شود، وضعیت سوختگیش آنقدر وخیم بوده است که دکترای شفاخانه ناتوانزی بودند که برای وی کار انجام بدهند. آتش سوختگی حتی به استخوانهای زهرا رسیده بود. زهرا دو سال پیش در برابر همسر تازی پدرش به خسربره پدرش به بد داده شده بود. پدر زهرا ادعا می کند که دخترش از دو سال بدین سو با خشونت های خانوادگی همسرش شروع برو بود. قدرت هم دارم، زور هم دارن، سرانولی هم فلان ازشونه، قماندانی هم ازشونه، شورای ولیتی هم ازشونه، هر چی که اونا بگیم همونه. همسر تازه پدر زهرا ادعا می کند که خانوادهش در برابر وی نیز بسیار خشونت کرده است. حتی وی برای مصون ماندن همراه با شوهرش فرار کرده بود. اگر لط خورد، اگر دو شنوید، اگر کب شنوید، لط خورد. چاخو خورد، کس در دیر نخورد. به ایزینی که برسید، آلی ها عدس برفت. او خانم عاملدار بوده، باردار بوده، در جریان سوختاندن و سخت جنایی کرده. یعنی در واقع دو تا قتل شده، دو تا جنایت. کمیسیون مستقل حقوق بشر این رویداد را نیکوهش می کند و از حکومت می خواهد که این رویداد را به گونه جدی پیگیری کند. از حکومت تقاضای مایی است که عاملین قضیه باید به محکمه کشانده شود تا به قربانی عدالت تطبیق شود. پلیس غور می گوید که شوهر زهرا فرار کرده است. این بررسی ما به محل فرستاده شده، محل کورکی محل رو گرفته، از مردم امسایه و از قریه تحقیق ابتدایی پرسنار کرده، دیگه که فیلن نزد این داره موجود است و همچنان اون خسیری آزو دسترمولی معرفی شده. بد دادن از سنت های ناپسند در جامعه است که از صده ها بدین سو در میان مردم به ویژه میان قبیله ها رواج داشته است. زهرا یکی از صده ها نمونه است که پس از بد دادن چنین قربانی می گردد. در این رابطه صحبت می کنیم با آقای باقی سمندر فعال جامعه مدنی که در استودیو با ما هستند و آقای خدایار واقف مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی از غور. اما قبل از اینکه با این دو مهمان خود برویم، با میخواییم نبیله اشرفی خبرنگار ما در خیمه تحسونی که در پارک علاءالدین در رابطه با بحث زهرا زده شده بیشتر صحبت میکنیم. سلام بر شما بانو اشرفی، خوش آمدین. میشه که در آغاز صحبت بکنین در رابطه با اتفاقی که افتاده و همچنان صحبت های شما را با پدر زهرا و چند تن دیگه که در این خیمه حضور دارند میشنویم؟ خیلی سپاس مریم جان. آنگونه که در گزارش هم گفته شد و شما با جزئیات در جریان این رویداد قرار گرفتین، امروز خانواده زهرا و جمعی از مردم و باشندای خود ولایت غور با خانواده زهرا در این خیمه آمدند و اینا خواهان عدالت برای زهرا هستند و اینا چیزی را که بیشتر رویش تاکید میکنند این است که باید قضیه زهرا در خود کابل بررسی مورد بررسی قرار بگیره و اینا میگن که آنگونه که قانون حاکمیت درست دولت غور نداره، این قضیه نمیتونه اونجا بگونی درستش بررسی شوه و برای زهرا عدالت تامین گرده. و در این زمینه ما کسی را به نام محمد عمر از باشندای خود ولایت غور با خود داریم که جزئیات بیشتر از اینا میپرسیم و آنچه که اینا از برگزاری این خیمه عدالت خواهی از حکومت افغانستان خواهند. آقای عمر، میشه بر ما بگوین که با برگزاری این خیمه عدالت خواهی شما برای زهرا از حکومت افغانستان چی میخواین؟
تشکر از شما و تلویزیون شما که شما تشریف آوردین و از خیمه تحسنی که برپا شده به خاطر عدالت خواهی از خانم زهرا تشریف آوردین و جویای احوال میشین. از شما یک بار تشکر. باید عرض برسانم که خانم زهرا یک دختر بسیار خوب که بارها از طرف خانواده شوهر و شوهر و خوشو و خسر خود مورد لاتوکوب قرار میگیره و از طرف پدرش به مراجع مربوطه حکومت مربوطه در ولایت غور مراجع میشه، کسی صدا و آواز زوره نمیشنه و صدا زوره خفه میکنند و بالاخره مجبور میشه و به هرات میره. تا ای که در تاریخ سه‌شنبه گذشته از طرف بازم از طرف خسر خوشو و شوهرش مورد لاتوکوب قرار میگیرند که بسیار بسیار آسیب میبینه و بالاخره میبینند که اثرات لاتوکوبی از بسیار جراحات های بسیار جدی برداشته بوده و در حالت از بین رفتن و فوت بوده، میگیرند به خاطر اینکه برطرف شوه او را میبرند میسوزانند. وقتی که سوختان میسوزانند به شفاخانه میارند و میگن تداوی شود و بعدن پدر و مادر از او از هرات خبر میشه و میآید در ولایت غور. وضع دختر خود میبینند که بی‌نهایت خطرناکه، سر و صداهایی میکنه و بالاخره مجبور میشن دیره به کابل انتقال میکنه. تا اینکه در کابل میآید و در شفاخانه استقلال 2 ساعت زنده میمانه، بعد از 2 ساعت زنده ماندن جان به جان حق تسلیم میکنه. میتی از این در شفاخانه مانده است. آنچه که ما تقاضا داریم، خیمه ای که اینجا برافراشته شده و از اون ما تقاضا داریم از حکومت همی است که عدالت تامین شود. عدالت می خواهیم. اولا مردمایی که اونجا هستند وابسته به کسایی هستند که زورمند هستند. دولت اونجا حاکمیت درست نداره، نمیتونه تحقیقات کنه. برای کاری که باید دولت بکنه همو متهمینی که هستند، همو خشوع و خسر و شوهر یزیر به کابل انتقال بدن، به سارنولی، به هر منجایی که میگن پرسان شود، سوال جواب شود، همه چیز دوستش تکمیل شود. دوم مطلبی است که میت ماندگی است، میت به طب عدلی بره تا معلوم شود که همی چرا سوختانده شده، به چی ملحوظ بوده. و از همه بدتر و خطرناکتر و جای تاسف به این است که دختر حامله دار بوده و طفلی هم در بطن داشته که 4 ماه در شکمش که او طفلش هم سقط میشه و از بین میره. مطلب دیگه ای که ما میخواییم، مطلب سوم همی است که حفاظتی همی پدر و مادری که با طفلک خود در خیمه شده هستند باید از این حفاظت شوه، حمایت شوه و عدالت تامین شوه. ما دیگه چیزی خاص نداریم. خیلی تشکر. خیلی تشکر. غور از ولایت‌هایی هستند که بیشتر از این گونه رویدادهای خشونت در برابر خانما در ولایت پیشینه داره، یعنی صورت گرفته بارها و نمونه از او رخشانه است که دولت غور به نوع خیلی بد سنگسار شد و آنچه را که بیشتر این رویدادها علت که چرا این رویدادها این گونه بیشتر در دولت غور صورت میگیره انجام میشوره هم حاکم بودن امو سنت های که از سالها بدون به این طرف در اونمو جامعه غور حاکم است این گفته میشود و هم آگاهی کم مردم نسبت به این گونه که چی گونه باید در جامعه نسبت به زن نسبت به همدیگر باید احترام گذاشته شود گفته می شود. و نبیله اگر کوتاه هم همین موضوع را برای ما بپردازی که آیا تا حال کدام نهادی و شخصی یا کسی با خیمه دادخواهی اینا سر زده برای بررسی بیشتر اینکه دادخواهیشان به هر حال دنبال بکنن یا خیر؟ نه خیر. تا آنچه که ما آمدیم اینجا از اینا پرسیدیم از کسایی که اینجا برای عدالت خواهی برای زهرا با خانواده از این پیوسته بودند از اینا پرسیدیم، تا هنوز کس خاص از مقامات حکومت برای پرسیدن از اینا که چرا این خیمه را برگزار کردن و چی میخواین نامده تا هنوز. ولی آنچه که گفته شد تا 1 ساعت قبل پدر و مادر زهرا برای بازپرسی از سوی پلیس
خسته شده بودند که تا هنوز هم فقط ما مادر شده خیمه با خود تنها داریم که پدرش هم هنوز هم تحت نظارت هستند. تشکر از جزئیات که در اختیار ما گذاشتی نبیله. نبیله اشرفی خبرنگار ما در پارک علاءالدین که خیمه تحسن برای زهرا زده شده بود و حال این صحبت را ادامه میدیم با آقای باقی سمندر فعال جامعه مدنی اینجا با ما در استودیو. سلام به شما، خوش آمدید آقای سمندر. در آغاز واکنش شما را نسبت به این اتفاقی که اولین بار نیست که از این دست اتفاقات داشتیم میشنویم، متاسفانه. سلام به شما، سلام به بیننده های برنامه تلویزیون، سلام به خانواده‌ای که از دیروز نیک پریروز به طرف در آتش غم میسوزه و هیچ کس هم نیست که پرسانش کنه چی گپ است. پریروز من خبر شدم که ساعت 2:10 دقیقه بود که این خانم جان داد در شفاخانه زهرا. خب با خانواده تماس گرفتیم، کلگی یک طفل خرد در بغل اون مادر است و پدر و مادری که در اونجا وجود دارن اینا اشک میدادن، گریه میکنن، دیگه دوستای خانوادیشان در غور هستن. آیستا آیستا وقتی تا دیروز صبح 9 بجه صبر کردیم که چی میشه، از طرف مقاماتی که آدم نمیفهمه چیز غیر مرئی یک نوع تهدید وجود داره که گویا جسد در غور انتقال دادن. حالا اینکه من که از مجاری دیگه شبانه پتو بگم که جسد در سردخانه وجود داشت و تا دیروز پنهان میکردن که جسد در سردخانه است و امروز اعضای خانواده خواستن در داخل یک اتاق تقریبا دایروی در داخل شفاخانه از اینا تحقیقات میکنن، پلیس جنایی و اینا، و غیر مستقیم برشان میخوان اتو بخواه گوین که شما در خیمه مسئول نیستین، بیاین زیر نظارت پلیس باشین. که فکر میکنه این حرکت هم برای پنهان کردن این بحث است؟ به تمام مانا اونا میخوان که دهن این خانه رو ببندن، چون زورمندایی که زهرا رو کشتن با از نزدیکای والی و شورای ولایتی اینا در اونجا هستند و اونا زور دارن، اونا اعمال نفوذ میکنن در اینجا و با تاسف پلیس جنایی افغانستان از قضیه خبر نداره. اینا کارشون رو انجام میتن، کارش اجرا میکنن، اما در پشت این کار انجام شدن یک شانتاژ وجود داره که دانی خانواده رو بسته کنن و گویا اینا رو برن بگن شما دی خیمه مسئول نیستن. من از آقایون پرسان میکنم تا دیروز ساعت 9 صبح کرسانه ها خبر نداشتن و این خانم تک و تنها زیر یک درخت ما بین دو سرکی دارلمانشته بود، کی این مسئولیت چه گرفت؟ حالا فعالین مدنی و کسایی که در دادخواهی شریک هستند در این قسمت حال چه تلاش هایی کردند که این اتفاق نیفته و بحث زهرا پنهان نمانه؟ در قدم اول ما در روزهایی که رخشانه را سنگسار کردن گفتیم محکمه سایی را محکوم میکنیم، قبول نداریم. یک دختری که اصلا در اینجا کسیش گپ نمیدن ریزگول است، ریزگول در ماه رمضان کشتن، رسانه ها ممکن گزارش شده باشه، اما دولت مرکزی نیست بلکه دولت محلی ولایت غور چی کرده؟ آیا در گرفتاری کسایی که رخشانه را سنگسار کردن اقدام کرده؟ آیا در گرفتاری کسایی که ریزگول کشتن اقدام کرده؟ آیا در گرفتاری کسی که فرمان سوختاندن زراده کردن؟ نه. فعالین مدنی افغانستان میخواه به گوش دولت مردان چی در ارک و چی در کاخ سپیدار و چی در ارگانهای مربوطه برسانه که شما نمیتونین با سرپوز گذاشتن روی جنایت عدالت تأمین کنین. عدالت وقت تأمین میشه که آزادی گفتار را بیانه خانواده داشته باشه و در قدم اول دادخواهی این خواهر شود که جسد پوت پنهان نکنن، بفرستن در طب عدلی. طب عدلی بره تجزیه و تحلیل کنه. من از دکترها غیر مستقیم شنیدم که درجه سوختگی 3 است، درجه 1-2-3، 3 یعنی جایی که کارت بستخانی به آتش بستخان رسیده، این یک قتل صورت گرفته، این قتل عمدی است. 2 این خانم باردار بوده، طفل در شکمش سوختانده شده. مردم کابل میفهمن وقتی در کابل فرخنده رو سوختاندن چی جنجال به وجود آمد و چی محکمه، 1-2 محکمه صورت. ما میخواییم که در قدم اول این جنازه انتقال پیدا کنه تا بود در طب عدلی طب عدلی تحقیقات انجام بده و موازی به دوسیه از این خانم زهرا
از ولایت غور فیروز کو در کامل انتقال پیدا کنه. تشکر. ادامه میدیم صحبت با شما آقای سمندر. اما در این قسمت اجازه بدین که با آقای خدایار واقف هم مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی از غور هم صحبت بکنیم. سلام بر شما، خوش آمدید آقای واقف. صحبت های شما را کوتاه و فشرده در رابطه با این اتفاقی که افتاده میشنویم و اینکه تا حال چه بررسی های صورت گرفته، خصوصا مقام های محلی در غور در رابطه با این موضوع تا حال چه واکنشی نشان دادن، چه موضعی اعلام کردن؟ خب به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت شما، خدمت سمندر صاحب، خدمت بیننده های محترم تلویزیون تولوجوس، خدمت شما عرض شد که اتفاقات اخیر غور، مخصوصا قضایای خشونت در برابر زنان، از سنگسار رخشانه تا سوختگی بانوزرا، اولین قضیه خشونت در برابر زنان هم نبوده و آخرینش هم نخواهد بود. شما میدانید که غور یکی از ولایات مرکزی افغانستان بوده، اما در طول 15 سال اخیر که ما شاهد یک نظام قانونمند بودیم، متاسفانه غور با این اراضی شکسته و با این اراضی کوهستانی و این جغرافیای پهنی که داره، دولت تقسیم بندی و تعبیه نیروهای امنیتی را در غور طوری در نظر گرفته که در برابر تمام جنایات و خشونت ها متاسفانه اداره محلی توان نداره که استاد شوه و همه این نابسامانی ها را کنترل بکنه. شما میدانید امروز ما در ولایت غور که از نزدیکترین ولسوالی تا دورترین ولسوالی از 70 تا 200 کیلومتر از مرکز ولایت فاصله داره، یقیناً که 2500 نیروی امنیتی هیچگاه جوابگوی چنین اراضی، چنین جغرافیا و چنین اعمال وحشیانه و جنایت هایی که در غور، در ولسوالی ها و در حتی در نقاطی که در مرکز ولایت اتفاق افتاده، اداره محلی توان نداشته که چنین اوضاعی را کنترل بکنه. ما همه مردم غور و شما شاهد هستین که در طی 15 سال اخیر حکومت افغانستان چی در سطح اداره محلی و چی حکومت مرکزی در سطح 15 سال. اما این مسئله که شما اشاره میکنید که مقامات محلی با توجه به نیروی کمی که دارند حتی نمیتونند مناطق دور افتاده را کنترل بکنند، این نمیتونه توجیه خوبی باشه به نظر شما؟ فکر نمیکنید چنین است که به هر حالش ما اتفاقاتی هم داشتیم که خیلی نزدیک بوده به مقامات محلی و همچنان پست های پلیس در غور؟ به هر حال امی برخورد ضعیف اداره محلی و کم بودن کمیت نیروهای امنیتی سبب شده که قضایای خشونت در برابر زنان در ساحاتی در مرکز ولایت اتفاق افتاده کرد. بحث ما این است که از سنگسار رخشانه ما آمدیم امروز تا سوختگی بانوزرا، هیچگاه حکومت در برابر چنین قضایای جدی برخورد نکرده. حالا مقامات محلی در رابطه با مسئله زهرا چه بررسی کردن، چه پیگیری کردن؟ خب ما باور می است که مرتکبین اصلی جنایت در برابر زنان و خشونت هایی که اتفاق افتاده تا حالا از طرف اداره محلی و از طرف مقامات دنبال نشده، هنوز اونها پنجه قانون سپرده نشدن. این موضوع سبب شده که جنایتکارا گفتن میشه که این افراد زورمند هستند، در رابطه شان تا حالا صحبت شده یا پیگیری بشه چه کسایی هستند؟ خب تحقیقات و موضوعات که از طرف اداره محلی دنبال شده، هنوز قضیه در سطح اداره محلی و ولایت غور روشن نیست. هنوز برای نهادهای جامعه مدنی، برای نهادهای حقوق بشری قضیه روشن نشده که سوختگی بانوزرا به چی دلیل اتفاق افتاده. هنوز همین تحقیقات توسط نیروهای امنیتی و قماندانی امنیتی غور تالی وضعیت داده نشده برای نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها. ما بحث می است که اگر چنین قضایای اتفاق میفته که حکومت سلنگاری در برابر از اینا برخورد بینه، این مسائل سبب شده که خور بیاد. واقف شما به صورت مستقیم چه کسایی را دخیل میدانین به این قضیه و چه کسایی را پاسخگو میدانین که باید قضیه حداقل زهرا را بررسی بکنن و کدام موارد فکر میکنین باید بررسی بشن؟ من فکر میکنم که از طریق تلویزیون شما هم بار بار صدای مردم، صدای جوانان و صدای نهادهای جامعه مدنی غور بلند شده که غور یکی از ولایاتی است که بیشترین گروه های مسلح غیر مسئول داره. عمل سلاح در ولایت غور به یک امر عادی تبدیل شده. وقتی انتقال سلاح و استفاده سلاح به یک امر عادی تبدیل شده، دیگه شما در این ولایت انتظار چی میتونید داشته باشین؟ حکومت افغانستان، حکومت مرکزی افغانستان غور حتی به صفت یک جغرافیای از افغانستان حساب نداره. در تمام برنامه ها و وضعیت و نابسامانی هایی که در غور اتفاق افتاده، از کشتار 14 نفر مسافر بیگناه در مسیر شهرهای کابل غور و جنایت های دیگری که توسط طالبان و گروه مخالف در غور اتفاق افتاده. در نهایت کوتاه صحبت شما را در این رابطه میشنویم. بله؟ صحبت آخر شما در این رابطه میشنویم. بحث ما ای است که حکومت مرکزی افغانستان و همچنان اداره محلی، اینجا بحث ما ای است که اداره محلی غور
باید در کنار مردم اوضاعات قسمی مطرح کنه که ما توان کنترل اوضاع و توان جنایاتی که اتفاق میفته که نداریم، تا حکومت مرکزی افغانستان بفهمه که وضعیت اجتماعی در غور و وضعیتی که توسط گروه های مسلح و گروه های مخالف نظام در غور دنبال میشه چگونه هست. هنوز این موضوع من فکر کنم برای حکومت مرکزی وضاحت نداره که مردم غور به چه وضعیتی به سر میبرن. بحث ما و انتظار مردم غور این است که حکومت من بعد ولایت غور به عنوان جغرافیای افغانستان حساب بکنه و شامل برنامه های خود در تمام اصلاح شاملش بسن. خدایار واقف مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی از غور با ما بودن و حال برمیگردیم با آقای سمندر. آقای سمندر، با اتفاقات وحشتناکی که در غور خصوصا در بحث خشونت ها علیه خانم ها افتاده، شما چه تصویری از مقامات محلی و مسئولین زنان و نهادهایی که برای خانم ها و در کل برای حقوق بشر کار میکنن در غور، چه تصویری از اینها به شما میده و حتی از مردم عامی که در غور هستن زندگی میکنن؟ اجازه بدین پیش بگویم که وقتی خبر تلو نیوز پخش میشه، در زیر خط نشسته شده که ریزگل بد داده شده، اشتباه است. یعنی این خبر با تصحیح شده این کس بد ندادن، برای که کشت خون صورت نگرفته که دوباره کشت خون این دختر بد بدن. اصطلاح بد دادن به این مفهوم میشه از داخل افغانستان و این دختر بد داده نشده. بله. یک. بسیار مزرعه، چون وقت ما کوتاه است فشرده تا. تصویر ما این است که نهادهای مدنی را کار ندارن، دیگه چی میخوای بکنن؟ فعالی نزنه. دولت در مجموع در اونجا در غور بسیار زیاد کدی زورمندان نزدیک است، کدی زوراورا، کدی تفنگدارای غیر مسئول، تفنگدارایی که تفنگ دارن اما دولت دارن، پلیس و امنیت و وزارت دفاع کار نمیکنن. کسایی که دختر کشتن زورمندا هستن و این زورمندا کتی والی صاحب و شورای ولایتی در یک نان میخورن، همکاسی از اوناست و از ترس فعالین مدنی و حقوق زن اینا اونجا گپ گفتن در بویه اونا را میکشن. اتفاق در مرکز رخ داده، یه در فیروزگاه، در چخچران سابقه. پس شما در این قسمت از حکومت مرکزی میخواین که به مسئله مقامات محلی بله. بپردازن میشه به صورت مشخص خواسته ایتانه و اقداماتی که بتانه دو تا خواسته کوتا جسد انتقال داده شوه در تبدی تا دقیق شوه که سوختانده شده تاست پترول. دو سی از این زهرا باید در کابل انتقال داشته تا نهاده مسئول در اینجا بتانن بی‌طرفانه قضاوت کنن. تا زمانی که قضاوت بی‌طرفانه نباشه پیشداری صورت میگره و او ما را به فاجعه میکشانه. این اولین قتل در داخل غور نیست. یک دختر به نام ریزگل هم در پیشخانیش گلوله باران کردن، کشتن، سنگسار هم کردن و ای اما هیچ نتیجه نداشت. نتیجه نیست به خاطر از اینکه والی به زور زورمندان در چوکی خود میشینه. وقتی کابل یک نفر والی روان میکنه تا به زمان کنان خود که زورمندان شریک نکنه و زورمندان حق نگره و اگر حکومت هم به این مسئله نپردازه و مقامات محلی را مورد پرسش قرار نده، پس خود حکومت هم در اینجا دخیل هست. حکومت زیر سوال میره و غیر مستقیم همکاری میشه با طالبایی که در کوه هستن رخشان رو سنگسار کردن. یعنی یک نوع پول زده بشه غیر مستقیم با جنایتکارایی که محکمه سرایی میکنن. به خاطر قانون و حاکمیت قانون باید این دو نکته را نظر بگیرن و بیان سر عقل از عقل خودکار بگیرن احساس و قومیگری را کنار بذارن. تشکر از شما باقی سمندر، فعال جامعه مدنی.